درود عزیزان من، میخوام امروز ببینیم ما آریایی هستیم تازی نمیپرستیم یعنی چی؟ و میخوام قاطع همین ابتدا خدمت شما عرض کنم عزیزان من که 1400 سال ما بدبخت بیچاره هستیم و تا میالان دارن به ما تجاوز میکنن، میکشن ما رو همینه که میدونی دیگه. نه تو خونه خودمون و عربی که سیدایی که بنی هاشمی که از عربستان سعودی اومدن دارن ترتیب مال میدن 1400 ساله. امروز گوش کنین چند تیکه که من یه دقیقه برات میذارم، پخش کنین به همه هم بگید، به همه هم برسونید. اگر آدم نشیم، شعور پیدا نکنیم و اینایی که من بهتون میگم عملی نکنیم، 1400 سال دیگه هم همینجور هست خواهید موند. ما امید میدیم گاهی از اوقات، ولی امید دادن حرکت از شما میخواد، یه حرکت نباشه این میمونه. گوش کنید خوب همه رو. ما آریایی هستیم تازی نمیپرستیم یعنی چی؟ یعنی این که بچه ها دیگه الان ثابت شده، برنامه بلند ما رو گوش کنید، بشنوید، ببینید، کتاب ها رو بخونید، کتاب هایی که نوشتیم بخونید، تو این 40 سال دیگر رو نوشتم بخونید. اسلام ساخته میشه فقط به خاطر اینکه یک عده پا برهنه رو کاری کنن که به ایران حمله کنن. سوره روم از آیه 1-5 داره شرح میده. الله بت قریش هست، اله الف و لام حرف تعریف گرفته شده الله، در زبان عرب رب میشه، پس رب میشه خدا، رب میشه خدا، الله یعنی بت بزرگ. هر جا در قرآن الله به کار برده شده و تو به کار میبری اسم داشت، یعنی بت قریش، بت خاندان محمد پیامبر اسلام. به بقیه این بحث گوش کن. من ایران آزاد نمیشه تا موقعی که شما نفهمید الله خدای ایران نیست. ایران آزاد نمیشه تا اینکه نفهمی تو که سید اولاد پیغمبر برای تو مقدس نیست، دشمنان تو هستن که اونجا حمله کردن به خواهر و مادر تو، تجاوز کردن، حالا برای تو شدن مقدس. اولاد پیغمبر برای عرب هاییست که پا برهنه گرسنه بچه‌هاشون رو زنده به گور میکردن، اینا حمله کردن به تمدن های بزرگ، عزت گرفتن، مال اونا هست بدبخت. تو تا این رو نفهمی و صبح تا شب بگی سید اولاد پیغمبر، سید اولاد پیغمبر و مقدس باشه برات، بدبختی. مقدس فقط انسان هست در نگاه ما، در نگاه اوستایی، ایرانی، زرتشتی، آیین، ندین، فقط مقدس خود انسانه، هیچ چیزی مقدس نیست. تو تا اینو نفهمی که مقدس یعنی چی، کی مقدسه، بدبختی، بیچاره. تا موقعی که تو نفهمی اینو، خوب گوش کنید، تا موقعی که تو نفهمی اینو که اگر گریه میکنی، عزاداری میکنی، به سر و صورتت میزنی برای حسن، محمد، علی، ابوالفضل، کاظم، رضا، اینها این کارار میکنی، داری برای اجداد و نیاکان خمینی، حسن نصرالله، خامنه ای داری گریه و زاری میکنی و نیکا، رهنورد، محسن شکاری، کاووسی فر، سیاوش در خون، یعقوب لیس، نادرشاه، رضاشاه، محمد رضاشاه، کوروش، داریوش، اینا را اگه فراموش کردی داری برای اونا گریه میکنی، بدبختی، ایران آزاد نمیشه. حسین تو سیاوشه، حسین تو زینب تو نیکاس، نیکا شاکرمیاست که هزاران هزار و توی سالا تجاوز و کشتن. تو همین 40 سال چقدر بچه های ما رو کشتن؟ وقت پدر مادرهای خر مقدسی که تازیا براشون مقدس است، اسم بچه خودشون رو نمیارن. چرا؟ چون به خاطر بیسوادی و ناآگاهی فکر میکنن علی محمد، حسین خمینی، خامنه‌ای اینا مقدس بودن، بچهشون رو کشتن اب نداره، مقدس بودن، شهید شدن، حالا اگر فلان بوده. اینو باید از کله مردم در بیارید. اینی که امروزه شما میبینید بچه ها به پدر، مادر، اجداد، نیاکان تازی پرست خودشون کافر شدن، این کار بسیار خوبیه. نه بابایی که عامل بدبختی ما بوده هزاران سال، حالا صدها سال، 1400 سال، سجاده و در نهایت جهل و نادانی این افکار تازی رو رونق داده، اینا رو بندازید کنار،
جانماز مادر بزرگ و این مزخرفات بندازید کنار. عید تو بدبخت بیچاره مهرگان یلدا نوروز، عید تو ایناست، مهرگان رو بزرگ بدار. عید تو عیدای باستانیست که توی سالا معرفی کردیم. بدبخت روزی که میلیون ها گوسپند رو قربانی میکنن، میکوشن خون میریزن به زمین، عید قربان عید توه. روزی که پیامبر اسلام میاد میگه من کنت و مولا فهاز و علی و مولا، وارث برای خودش انتخاب میکنه. او عید توی بدبخت بیچاره که همون وارثا حمله میکنن مملکت تو. تا الان که من دارم باید صحبت میکنم بدبخت اونه داغون کرده وقت تو عیده، عید قدیره بیچاره، زایش اونا عیده، ولی زایش بچه هایی که قربانی شدن، شخصیت هایی که کشته شدن برای یعقوب الیس میشناسی تو؟ میدونی کجا خاکه؟ کاوه آهنگر میشناسی؟ نادرشاه رو میری سر خاکش؟ تا این گونه فکر میکنید ایران آزاد نمیشه. ایران آزاد نمیشه تا اینکه تو مامانت خودت چلو کبابی غذا پخته داری میخوری، وقتی که کوفت و زهرمارمون میکنیم تموم میشه. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله. بابا به الله بوت بزرگ قریش و محمد چه ربطی داره اگه تو یه غذای خوب خوردی؟ بگو آقای آشپز سپاس، مادر بزرگ سپاس، این غذای خوب پختی، زن من شوهر من سپاس این غذا رو پختی، الحمدلله. آقا انشالله. اینا بدبخت ها، اینا رو باید از ذهنتون دور کنید. عامل بدبختی 1400 ساله همین است. یارو میگه فردا ما قرار داریم میخواییم بریم فلانجا، خیلی کار مهمی هست، انشالله سر قرار میاد. انشالله یعنی چی؟ ساعت اکته کوک کن، سر صبح بیدار شد خبر مرگت، برو حالا یک تو را افتادی مردی خوبه به درک. انشالله یعنی چی؟ انشالله یعنی اگر خواست بوت محمد، بوت قبیله محمد اگر خواست، اله که علی فلام گرفت طرف تعریف شده، اگر اون خواست من میرم کار میکنم، اگر اون خواست من میشم با زنم بله، اگر اون خواست من بر پسرم کار میکنم. تو باید بخوای و حتما بایستی بخوای. یادتون نره در دنیا هر چی تو ذهنت بیاد تو میتونی عملیش کنی. میخوای میلیونر بشی، تو ذهنت میاد که میخوای میلیونر بشی، میتونی بشی، باید بلند شی از جات، باید تلاش کنی میلیونر میشی. ولی میگه انشالله، خب نمیشه هیچ وقت انشالله. آقا نشه، خدا نخواست دیگه. بیچاره خدا توی میلیاردها سیاره و گالکسی و اینایی که وجود داره تو چه میدونی اصلا خدا یعنی چی؟ تو ذره هست ذرن بزن ماید توی بعد با خودت باید باشی. تا این فرهنگ انشالله الحمدلله ماشالله یارو چه خوشگله به بوت قریش تعریف و تمجید میکنه. به بوت قریش الله چه ربطی داره؟ یه دختری خوشگله، یه پسری خوشدیپه، یه خونه یکی قشنگه، ماشالله یعنی چی؟ بگو درود بر این زیبایی، با مهر یزدان پاک، با مهر یزدان پاک سپاس یزدان پاک را. یزدان میدونی که عقل و توانایی، عقل دانش و توانایی، قدرت رسیدن به آرزوها، رسیدن به آرزوها اهورامزدا. شک و شبه و اینا نداره، انشالله نداره، نه، انشاء انت و انشاء انا یعنی اگر من بخوام، اگر تو بخوای، همه چیز شدنیست. تا اینا رو نفهمید بچه ها ایران آزاد نمیشه. تا نفهمید که السلام علیکم، خود عرب میگه مرحبا، نمیگه السلام علیکم، سلام نمیگه، خودش میگه مرحبا، کیف حالک، اهلا و سهلا، صحتک بخیر، اینجوری حرف میزنن. وقتی تو میگی السلام علیکم، یعنی اون روز اولی که عرب‌ها به ما حمله کرده بودن تو خیابون شما رو میدیدن، تو باید بگفتی من دستم بالا تسلیمم بابا، نکشتی منو، السلام علیکم، تسلیم شما هستم، سلام. خب وقتی تسلیم هستم یعنی چی؟ یعنی اگه زنم مردم پولی ثروتی دارم مال تو،
تو خونم بیا گوسفند میخوای هر چی میخوای بعد برو برد. چون من درجه دوم من موالیم من بردم. دارید میبینید الان دارن ناخونده چون تو ایران میگن وقت شما میشینید اونها رو پخش میکنی. سلام که میگی خب اگه پول اینا نداری زنی حتی پسری غلام بچه میشی یعنی باید بیان باید بخوابن. حالا تو میگی تجاوز؟